سه تا راه حل برای جلوی آردی وجود داره. راه حل اولش اینه که همینجوری نگرش دارم و تعمیرش نکنم که فقط فوش‌خورش برای من. راه حل دوم اینه که این پیکانه رو هم بذاریم روش و جفتشون رو اسقاط کنیم که این راه علاوه بر فوش‌خور زیاد مخاطبا می‌ریزن در سود. پس اینونه تنها راه سوم که اونم تعمیر کردنشه. خب قطعا اولین حرمله باز کردن گارد جلوه به وسیله مینی فرز جدید من که تازه خریدمش و وقتی که مینی فرز نوه مینی فرز قدیمی هم پوکیت یه دونه گوشی قبلی‌ها رو که داشتم که خدا رو شکر سوخت این چون گارد نداشت خیلی به من میگفتن گارد بنداز نداشت ولی خب دیگه این یکی داره از این محافظت این گلگیرا داره گلگیر موتوری اول میخوام کل جلو پنجره پژو رو لختش کنم ببینم چی زیرشه اسکنش کنیم ببینم توی نرم افزار ببینیم میتونیم یه فیس جدید براش طراحی کنم یا نه اگه نتونستم اونجوری فابریک جمعش کنم با اینکه کلا کنده است این همه مدت من با اون بدون گارده کار کردم پلیسه نرفته چشم این یکی رو روشن کردیم پلیسه رفت از گارد زامبی کشی دلم میذاریمش اینجا خب حالا سپر چی رو باید باز کنیم من خداییش تا حالا سپر باز نکردم چراغ 405 هم همینطور ولی خب یه پیچ داره اینجا خب ولی پیچی که باید باز کنیم این پیچه هست پیچ ده رابطه کوتاه و جغجغه خدایش کیفیت سپرش واقعا عجیبه چه سپری؟ سپر کنم اینقدر خوش باشه رابطه بلند اینجا شاسی جا خورده و اجازه نمیده چراغ بیاد بیرون وای کلن دیاق ول شده خب این از چراغ پژو این احرامه رو که بکشیم این باز میشه زیر اینجا سوکتاش البته باید یه دسته اینجا باشه سوکت راهنما و اینم چراغ کامل پژو با لامپش راهنماش سالمه چجوریه که سوکت شکسته ولی خودش هنوز سالمه این مدلشه همینجوری دارم فکر میکنم ببینم چجوری باید جلوشو یه ایده تو ذهنمه اگه بتونیم روی این پیادهش کنیم مثلا یه چیز عجیبی میشه کلا فیسش عوض میشه یه خورده انرژی میخواد و پول که اوکیه بالاخره هزینهش میکنیم برمیگرده بهمون انرژی و وقت و حوصله‌اش واقعا عجیبه کشش داره میخواد نگاه چجوری کنده شد چسبم چقدر من دنبال این چسب گشتم پیدا شد این تیکه از سپر چجوری بسته که فقط همین مونده این این با اون فلزیه است این فلزیه است جزء سپره من تا حالا سپر هیچ ماشینی رو باز نکردم به خاطر اینه که نمیدونم یه دونه سپر چجوری بست میشه اینا پلاستیکیان که بهشون میگن پفکی‌ها یا مثلا اون ضربگیر رو داره ولی خب ماشین رو به چخ میده فقط همینو میدونم توی سمندم همینه فکر کنم 450 سمندای قدیمی یکی ان از این زیر پیچش این زیره با خدا پوسیدگی نه نگاه چجوریه این؟ بسید این دوتا رو باز کنیم پیچه رو خب این باز شد این ها این پفکی هایی بود که میگفتن خب این از جلوی پژو حالا بحث اینه که چی کارش میتونیم بکنیم
این تا اینجا سالمه. اینی که می‌بینی ماشین جمع شد توی تصادفات برای گرفته شدن ضربه است. یعنی مثلا من که با اون سرعت زدم پشت پیکان انقدر به بدنم ضربه وارد نشد، ولی علی توی پیکان که بود خیلی شوکه عجیبی خورد، چون که پیکان خشک بود و همه ضربه رو به بدن علی انتقال داد. به خاطر اینه که جلوی ماشینا رو نرم درست میکنن که جمع بشه ضربه رو بگیره، ولی اصلا پشتش که ضربه رو جذب نکرد، دیدی که من اینجوری شدم. ها راستی کاپوت هم باید کاری کنیم. حالا یا باید برم یه کاپوت دستمون بگیرم، یا اینکه این کاپوت رو کلن درش بیاریم. این جلوی ماشین ما شد. خب حالا باید ببینیم چه ایده‌ای داریم. بذار من اینجا رو مرتب کنم که بخوام اسکنش کنیم قشنگ راه داشته باشه. ولی یا باید این کاپوت رو از اینجا ببریم، ادامهش رو من طراحی کنم. البته بستگی به طراحی داره، اگه بخوام دماغش رو بکشم، یعنی بیارمش جلو و حالا چراغای عجیب غریب بذارم سپرش جلو باشه، کاپوتش کشیده باشه، که کلا بعد از اینجا ببریم اضافه کنیم روش. اگه نه کاپوتش همینه که احتمالاً همین نیست، یه کاپوت نو براش میگیرم. افتادیم تو از اینا. از اینجا رو کم مرتب کنیم. مش پلاستیکیه. خب اینا میمونه اینجا پیش بقیه وسایل. نه از این کل تصادفی که داشتیم اینا بودن. خیلی وقت بود طراحی نکردم، یه خورده ذوق دارم خب، ولی بعد یه لپتاپ نو هم بخرم. لپتاپم دیگه خیلی نمیکشه. خیلی نمیکشه، انقدر نمیکشه. خب بریم برای اسکن. یه سری دستگاه هستن که واقعا در حد بعضیشون میکرون اسکن میکنه، ولی خب فعلا این گوشی کارمون رو راه میندازه. کاش دستمو نمیبردم جلو، تازه دستم اسکن میکنه. این جلو رو اسکن کنیم ببینیم چه فیس جدیدی میتونیم درست نابته. میگم خیلی حوصله محمد، نفس گیره. امیدوارم اسکن خوبی تونسته باشیم انجام بدیم. اوکی واو، به نسبت میاد که اوکی باشه. حالا این صفحه، این تصویری که من میبینم خیلی اوکیه. حاجی کار رو ببین، کیفیت رو ببین، نگاه کن چه جزئیات. این خیلی خوبه. این نور توی این اسکنایی که با موبایل انجام میدیم خیلی تاثیر داره و اینجا خیلی تونسته کمکمون کنه که کلا انجام بده. من یه دونه هم کاپوتو میارم پایین، اسکن میکنم، میریم خونه ببینیم چی میتونیم جلوش بس کنیم. ولی یه چیز گاد توی ذهنمه، یعنی اگه بتونم اونو در بیارم یه سریا نیام بگن حلبی ساز به ما. خیلی خفن میشه. همینجوری دارم فقط برای فیس جدید آردی فکر میکنم، چیز خوف خفن باشه. ولی مشکلی که هست همین چوری که گفتم لپتاپم، یه لپتاپ باید بگیرم. ولی بریم یه چهار تا چیز طراحی کنیم، مثلا پتا شده با دست، یه ایده چیزی تو ذهنمون بیاد ببینیم باید چیکار کنیم. خب برگشتیم خونه پیش دیوس. اینم از لپتاپ فرتوت من که خیلی زودتر باید عوضش کنم. خب همونطوری که می‌بینی آره توی نرم افزار باز. حالا باید چیکار کنیم؟ بعد از یه عالمه تلاش و یه عالمه امید این چیزی بود که طراحی کردم. انگار بالش بیجیرم دوبرش. هیچ ایده‌ای ندارم. اینم ایده دومم میگم، چنین چیز جالبی نیست. من یه چرتی زدم، حتی برگه برای طراحی هم آوردم. ولی هیچی استفاده کردن از گوگل نمیشه. بعد ببینیم فیس جلو کدومو الگو برداری کنم. مثلا این خوبه. اوف. اینا هم خوبن. این بعد ببینیم کدوم میتونیم بسازیم. نظرتون راجع به این ایده چیه؟ دقیقا همون ماشینی بود که توی جی تی ای اینجوری جلو صاف بود، بعد ماشینا رو میپروند. من با این لپتاپ داغون یه عالمه دیگه طراحی کردم و این حاصل طراحی شد، یه چیز معقول. حالا این روش کار میشه، خفن‌تر میشه، ولی خب فعلا یه همچین فیسی اومده روش که در واقع بهش میخوره. روز دوم شده، اومدم یه فیس جدید طراحی کنم. تا بین دو تا فیس یکیشو انتخاب کنیم. ولی دیدم اگه برم یه لپتاپ جدید پیدا کنم به صرفه‌تره. یعنی کلا کنسل. چرا؟ مثلا این فایل رو میخوای تغییر بدی. 1 2 3 4 5 6 7 ثانیه طول می‌کشه تا بازش کرد. بعد یه ذره مثلا تکونش میدی که خودش هم لگ داره، و تیکو میزنی دوباره 1 2 3 4 5 6 ثانیه دوباره طول می‌کشه تا تغییرات اعمال شد. هنوزم موس داره میچرخه. پس به جای وقت گذاشتن بریم لپتاپ پیدا کنیم. ولی در آخر می‌خوام یه خورده کامنت بخونم، کامنت‌های پست قبلیمون. بانگی بخونیش. یه عالمه تشویق کردن، حالا من تشویقا رو دیگه نمیخونم. میریم برای اونا که جنجالی هم. میگه کاش هر روز ویدیو داشتیم. خیلی طول میکشه، نمیتونیم هر روز ویدیو داشته باشیم. اینا من خودم از خودم هر روز ویدیو داشته باشم. حالا همین پروژه ساده که ما سفارش می‌کنیم 2 روز طول کشید. به نظرم بهترین و تمیزترین محتوا رو روی یوتیوب خودت تولید می‌کنی. حالا نمیشه گفت بهترین و تمیزترین، ولی توی هیته خودم چرا. میگه که لاستیکای پیکان در بیار با رینگ باش رانندگی. اتفاقا این برنامه رو داشتم، ولی یکی از بچه‌ها انجام داد توی یوتیوب، دیگه گفتم دیگه من دوباره نمیام انجام بدم. میگه
کلیپات از اون نوآوری قبلی که داشتی فاصله گرفته. امیدوارم مثل قبل خلاقیتت برگرده. ببین خلاقیتمون اومده فعلا توی داغون کردن اون پیکان. راستی بهتون میگم پست آخرمون پست پیکان بود که رفتیم روغن دیفرانسیل ایناشو خالی کردیم. خب معلومه که اومده خلاقیت پایین، چون که از فاز تولید در اومدیم رفتیم تو فاز یه چیز دیگه. اون موقع که مثلا من قطعه تولید میکردم خب فازش متفاوت بود دیگه. دیگه آگهی، اون آگهی بود که توی ویدیو گفتم یه آگهی بذارید اگه خواستیم پیکان رو بشه. میگه یه تیک آهن که روشن میشه را میره یه 100 سالم کار میکنه. میگه زوج خوبی واقعا تشکیل دادید، خواهشن حفظش کنید. زوج هنری شدم با علی. میگه داداش ما هنوز منتظر اون 206 هستیم، یه پست مخصوص 206 میخوام بگیرم، یه پست خیلی خفنه. میگه که این پیکانه دیگه خیلی سگجونه، یه جا روغن موتورش هم خالی میکره یا بدون کارتر در سوپا باش میرفتین تا کارش تموم بشه پرتون. اینو زمانی کامنت گذاشته که پست بعدیش دقیقاً پست خالی کردن روغن موتوره، اونو ندیده و اینو گذاشته، ولی الانی که ما داریم کامنت میخونیم قطعا شما دیدید اون پستو. میگه ببینیم از اون موقعی که چند 20 کا بود دنبالت میکردم، واقعا خوشحالم که این زئوس. یه از موقعی که چند 20 کا بود دنبالت میکنم، واقعا خوشحالم که به این صد رسیدی سلطان، حقت بیشتر از ایناست. دمتون گرم، چاکریم. زئوس بیا اینجا، بیا 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 زئوس، بیا کامنت بخونیم بچه داری. خب ببین نگاه کن اینا کامنت هم. زئوس میگه چالش بعدی 206 رو بکوب به پیکان. پیکان خط میفته ولی 206 تا دست جمع میشه. میگه بنیام اینجا محتوا از قبل خیلی خیلی بهتر شده، مخصوصا اون اینترو. دمت گرم مهندس فاق. کجا میگه دنیای تنها کسی که ویدیوش طولانی بشه ارزش نگاه کردن داره. ببین اولین ویدیو طولانی بود 42 دقیقه بود، بعد این بیشتر از این صحبت ما ویدیو گرفتیم شده 42 دقیقه. ممکنه مثلا 3 4 ساعت فایل خام بوده شده 42 دقیقه مثلا ویدیو، و بلندترین ویدیومون بود، رکورد زدم توی تایم ویدیو. میگه قانون پایستگی پیکان هرگز نمیمیرد، فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر پیدا میکند. یکی از کامنت های خوب بود. 57 بخر، جمع کن، عشق بازی کن، افتخار ایرانی. یه دونه 57 قرمز باید بگیری، البته اونایی که اتوماتیک بودن نمیدونم مدلشون چند بود، اتوماتیک باید بگیری. قرمز باشه بعد اگه میشد کروکش کنی، کروک اتوماتیک پیکان یعنی محشر بود. اگزوزش هم توش خالی میکنن یه صدایی میده، خیلی خفنه. میگه دمت گرم، هر چی هم مکانیک بلدم از تو یاد گرفتم. آره خلاصه که دستتون در نکنه، ولی خب پروژه های فنیمون باید بیشتر میبود. یعنی من بعد مثلا باید بیشتر مثلا قطعه های فنی و مهندسی و طراحی این چیزا درست کنم، ولی خب واقعا خسته کننده میشه. من برای خودم هم برای شما بخاطرم هی فیلد عوض میکنم. میگه محتوای بعدی پیکان بدون فیلتر هوا، روغن و بنزین. ما بدون فیلتر، همین دیروز بدون فیلتر بود، ما اون نوک کوه رو که رفتیم بدون فیلتر رفتیم بالا. البته نه، رفتیم تو رو درش آوردیم، ولی بدون فیلتر اوکی، هیچیش نمیشه. من آگهی میکردم اینو نوشتم دست خانم دکتر بوده، میرفتم مطب برمیگشته خونه، ولی چون حوصله نداشته از کوه جنگل و بیابون میرفت، مستقیم میرفته، از تو خیابونا نمیرفت. اینجوری شده مستقیم تو جنگل هم بری اینجوری نمیشه پیکان، انقدر داغون نمیشه. چی؟ یه تست سه چرخ هم از پیکان بگیر. چرخ عقبش که نمیتونی در بیاری چون دیفرانسیل داره، هر روز میچرخه. جلوشو باید در بیاری، جلوش هم میفته چون سنگینه، نمیشه سه چرخ نمیشه. میگه داخل قسمت های بعدی موتور گیرباکس رو باز کن، بهش نگاه بنداز چه بلایی سرش اومده. اتفاقا برنامه‌مون هست، هنوز انجام ندیم، ولی شاید این کارو انجام بدیم. ولی اگه بازش کنیم قطعا داخلش اینه طلاه، تمیز، هیچیش نشده، انگار نه انگار که به خدا. ببین فکر کنم مثلا میری ماشین قدیمی میخری 40 سال کار کرده است، خب گیر یکی مثل من افتاده اینجوری باش، مثلا بدون روغن تو بیابون رفته و الان خوشگلش کرده، تمیزش کرده، رنگ کرده، به شما میفروشه و بعد شما انقدر مراقبشی تو دست اندازه آروم میری، نمیدونی یکی مثل من زده پدرش رو در آورده. اینا اینجوری ان، چیزشون نمیشه، هیچی نمیفهمه دیگه. میگه تارا بذار، تارا که تو نمایشگاهه. میگه این قشنگ بود، این خداییش حال کردم. نوشته ببینم هر وقت ویدیواتو میبینم انرژی میگیرم به خاطر اینکه ترس از شکست نداری. خیلی قشنگ بود، خداییش. آره توی این قضیه، آره تو ماشین ما اصلا ترس از شکست نداره، حالا تو جای دیگه شاید داشته باشی. میگه این پیکان رو با لیفتراک چپش کن که کردیم، از ارتفاعات مختلف بندازش، ببین چقدر دووم میاره. ارتفاعات مختلف بندازی محیط زیست ممکنه داستان بشه، یاد بگیردمون. نمیشه این کارو کرد، ما هم نمیکنیم، انجام نمیدیم، ولی خب تو همون سوله تست تصادف چه گرفتیم دیگه. میگه ایول کم کم داره ویدیو تخصصی میشه، این شخص قطعا ویدیوهای تخصصی من ندیده که بفهمه، و یه کلمه‌ش هم نمیتونی بفهمی انقدر تخصصیه. حالا ویدیوامو کاملا عمومی شده. آها نوشته برای اونایی که نمیدونن، شاید بپرسید چرا بنزین توی جاده اتوبان غیره نمیره. اگه برای خلافه چرا؟ برای اینکه ماشین رو دستکاری کرده، مثلا سقفو برداشته و اینا، برای همین نمیتونه. صرفا برای کسایی که نمیدونن، راست میگه، ماشین از حالت استانداردش در بیاری، از جاده های آسفالت دولتی نمیتونی استفاده کنی، چون تو اگه بخوای از جاده های آسفالت دولتی استفاده کنی، ماشین طبق قوانین باشه، معاینه فنی داشته باشه، دست مثلا دستکاری نشده باشه طبق قوانین اون کشور. ولی خب این تو هر کشوری هست. خارج از جاده آسفالت هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، ولی خب آفرود دیگه. یعنی چی میگم؟ پس دیگه اونجا بری، چون اونجا قوانین نیست، پلیس نمیتونه بیاد تو جاده خاکی تو رو مثلا به عنوان سرعت غیر مجاز بگیره، چون جاده خاکی اصلا جاده ای نبوده. یعنی
چی میگم اصلا قانون فقط روی آسفالته. میگه برای ماشین تارا پشتی طبی هم خیلی خوبه، خیلی کار رو اندازه. میگه اوایل یه جوری، بعد دیگه بی خیالش نمیشی، اصلا پشتش زیادی بیرونه، باید پشتی طبی بذاریم برای بالاش. میگه یه جوری برن اوت بزن لاستیکا صاف بشه. موتورش جواب نمیده واقعا، موتورش جون نداره. ولی خب دمت گرم، اینم کامنت ها بود. خیلی کامنت خوردین، چند تا کامنت خورد نتونستم الان هم همشو لایک کنم همشو ببینم. 4 تا کامنت خورد، دمتون گرم. بازم کامنت بذارید و حتما لایکش کنید اگه کامنت میذارید، به دوستاتون هم بگید که ویدیو رو حتما لایکش کنند. و مرسی که تا اینجا اومدید. یه فیس جدید برای آردیو شاید طراحی کنم اگه لپتاپ جدید اومد، و اون چیزه رو باید بسازیم، اون یدکشه رو باید بسازیم. حالا منتظرم علی بیاد، ولی خودم شاید کاراشو بکنم. یه خورده کارهای فنی داریم و یه پلی لیست جدید میخوام شروع کنم، یه خورده درگیر اونم، پلی لیست گربه‌ای. خدافظ.